منابع رسانه‌ای از بسته جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند 40 فرد و نهاد شامل فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا هستند که به دلیل سرکوب اعتراضات از سوی حکومت ایران اعمال می‌شود. نشریه معتبر پولیتیکو مدعی شده که 40 فرد و سازمان در جمهوری اسلامی ایران از سوی مقامات اتحادیه اروپا در بسته تازه تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. این تحریم‌ها مرتبط هست با سرکوب گسترده اعتراض‌ها در ایران و در میان کسانی که تحریم خواهند شد مقامات برحال و مقامات پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامل خواهند بود. یکی از مقامات ارشد سرویس جهانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم شامل هست. مقامات استانی ایران و یک نماینده مجلس هم شامل این تحریم ها شدن و در کنارش از وزیر ورزش ایران به عنوان کسی که شامل این فهرست تحریم هاست یاد شده، به دلیل فشارهایی که اعمال کرده بر ورزشکاران برای اینکه آنها نتوانند به صورت آزادانه دیدگاه خودشان را بیان کنند و یا در مورد سرکوب اعتراض ها در ایران حرف بزنند. از جمله اشاره شده به مسئله فشارها و شیوه برخوردی که اعمال شده در برابر الناز رکابی، دختری که بدون اجاب اجباری در مسابقات بین المللی ظاهر شد، و در کنارش نهادهایی هم در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار می گیرند. نشریه پولیتیکو مدعی شده که در کنار این طرح تحریم 27 سند دیگر هم بررسی کرده، اسنادی که از آنها به عنوان شواهد یاد شده و در میانش به عنوان سندهای جانبی که حمایت می از این طرح تحریم از نهادهای سیاسی و مجلس‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اسنادی دیده میشه که آنها خواهان اعمال این تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران شدند.